ایلا جون، در مورد اومدن با ویزای F2 بگو که اینجایی و دیگه به هر حال آقا افشین هم یه ساعتهای زیادی در روز نیست و خودت اینجا تنهایی. در مورد چالش هایی که اول داشتی چیکار کردی؟ به این چالش ها غلبه کردی؟ الان چیکار میکنی؟ با F2 اومدن تقریبا فقط اومدنه، یعنی F2 داشته باشی هیچی نداره. این یه افتیه که همه باید بدونن. وقتی که میخوای با ویزای F2 بیای باید بدونی میخوای تو آمریکا چی کار کنی. اگر شما تو ایران درس خوندی باید بدونی میخوای اپلای کنی، از قبل آماده باشی، امتحان بدی، اپلای کنی، پذیرش بگیری. ولی اینکه با F2 بیای اینجا تو خونه باشی خیلی سخته، مخصوصا چندین سال اوایلش خیلی سخته، چون شما هیچ کاری نمیتونی بکنی، یعنی زبانت هنوز اونقدر راه نیفتاده. هر چقدر که زبانت خوب باشه، شما تافل بالای 100 هم داشته باشی، حرف زدن خیلی فرق کنه، کانکشن برقرار کردن خیلی فرق کنه. پس به این راحتی نیست که بتونی بری بیرون خودت خرید کنی، اینجوری نیست. علاوه این که اون طرفی که باهاش اومدی هم وقت نداری که مرتب همراه تو باشه، این سختی داره. شما باید حتما بدونی میخوای چی کار کنی. اگه ندونی اینجا خیلی اذیت میشی. با F2 اجازه کار نداری، F2 بیمه نداری، F2 هیچ کاری شما نمیتونی بکنی، فقط اومدی اینجا. این یه نکتهشه در نظر بگیرن. روی F2 بودن هزینه های بسیار زیادی داره. اگه شما کوچکترین مریضی بشید چند هزار دلار برات هزینه داره. من خودم یه مریضی خیلی خیلی ساده اواری که اومدم پیدا کردم، فکر کنم بیش از 4-5 هزار دلار بیل برای ما اومد. یعنی بیمه نداری F2 دیگه، بیمه اینکه بخوای خودتو بیمه کنی که اونم برات هزینه داره. وقتی که F2 میای یه نکته خیلی مهم اینه که قوی بیای، پخته بیای. یه کشور دیگه است، یه فرهنگ دیگه است، همه چیز فرق میکنه. مامانت نیست، بابات نیست، هیچ کس نیست، هیچ کسی نیست که تو بخوای آقا شکایت تو به اون ببری. خودتی و این خونه، خودتی و این خانواده و یک نفری که درستی که من بهش تکیه کردم اون هم به من تکیه کرده. خودت باید یه تکیه‌گاه باشی، خودت باید زندگی رو نگه داری، باید همه چیزو فکر کنی. دیگه اون کسی که باهاش اومدی فقط درس، چون یا حالا TA یا RA اون دانشگاه است. کل این زندگی با توه. باید فکر کنی، سرچ کنی، بگردی، پیدا کنی اصلا این کشور چی می‌خواد، چجوری باید توی زندگی کنی. بعد حالا چارچوب پیدا کردی، روش برنامه بریزی که چجوری تو این چارچوب زندگی کنی. اینجا بخوای بیای دیگه مامانمو میخوام گریه کنم اصلا هیچی. حالا ما اولش همه میگن هانیمونمو میگذره چون اینجا جذاب، تازه وارد شدی اون میگذره. از ماه دوم سختی شروع میشه، گریه میکنه آدم، دلتنگ میشه آدم، ولی باید بتونی غلبه کنی دیگه. یعنی اینجا جا میفتید، اوایل سخته، چند ماه سختی داره، شاید بعضیا چند سال سختی بکشن، ولی اگر که تصمیم میگیرن با F2 بیان بدون که نترسی، اصلا نترسی. حالا اگر که کسی برنامه داره برای پذیرش گرفتن از خارج و اومدن و متأهلم هست، یعنی یک نفر F2 میشه و باش میاد، قطعا این برنامه آنی اتفاق نمیافته. یک سال، دو سال، سه سال وقت میبره تا بیاین. از روزی که استارت میشه من برای سال آینده اپلای کنم یا برای دو سال دیگه اپلای کنم، الان برم امتحان تافل بدم که تا یک سال دیگه تافلم آماده باشه، بعد این دو سال حداقل طول میکشه. پس شما دو سال زمان داشتی و تو این دو سال اون کسی که F2 میخواد باشه حتما باید رو بحث زبان انگلیسیش کار بکنه. ما اگه F2 داشته باشیم که مشکل زبان داشته باشه، مشکلاتی که شیدا گفت دو برابر نمیشه، 10 برابر میشه. قشنگ 10 برابر میشه. F2 که میاد اینجا محدودیت کار داره، اجازه کار نداره، محدودیت بیمه داره، محدودیت خیلی محدودیت های زیادی داره و اینکه در جامعه نیست، درسته؟ چرا؟ چون F1 که میره دانشگاه با بقیه در ارتباطه، این باعث میشه که F2 یه خورده افسرده بشه، یه خورده ارتباطاتش کم باشه. اگر به دلیل اینکه زبان انگلیسی اون F2 کسی که رو F2 هست هم ضعیفه، به این دلیل هم یه قدری بیرون رفتن، گشتن، تو دانشگاه اومدن، با مثلا دو نفر صحبت کردن هم نتونه برقرار بکنه، همه مشکلات براش سنگینیش چند برابر میشه. یعنی خیلی زودتر خورد میشه.
F2 بایستی یک برنامه برای ادامه تحصیل داشته باشه. اینو همش فکر بکنه. حتی اگر تحصیل رو بوسیده گذاشته کنار به هر دلیلی، باید برنامه برای ادامه تحصیل داشته باشه که بتونه وقتش رو پر بکنه، که بتونه تحصیل اول که به خودش شخصا کمک میکنه برای ساختن آیندهش، همه اینا رو میدونیم، ولی اگر بخواد تمام وقت توی خونه باشه تا تحصیل شوهرم تموم بشه، تا تحصیل همسرم تموم بشه، من تو خونه حالا فاندمون کافیه، میتونیم زندگی کنیم. ایشون به مرور در طی زمان افسرده میشه، خیلی از چیزایی که داشته رو از دست میده، خیلی از ویژگی مثبتی که داشته رو از دست میده، چراشون نمیتونه خودش رو بروز بده توی این جامعه. و تنها راهی هم برای زوجهای دانشجویی که میان برای اینکه خودشون توی این جامعه بروز بدن، اولین گامش ادامه تحصیله، اولین گامش ادامه تحصیله. حالا شیدا هم دقیقاً برای این اساس، شیدا اصلا برنامه‌اش از قبل داشت برای این اساس، و بقیه زوجایی که ما میشناسیم الان اومدن اون F2شون که حالا یا آقاست یا خانوم اپلای کرده و دقیقاً میخواد این کار رو بکنه برای رشد شخصیتی خودش و برای برون رفت از شرایط F2 که یه جا محصوره، یه جا گیر افتاده به نظر میرسه، باید این کار رو بکنه. خب آقا مسلم، شما خودت بگو. والا من که دیگه شرط هم میدونی، من فعلا که جو دارشون نیستم، چون با ویزای F2 اومدم دنبال همراه پریسا، بعد فعلا دنبال پذیرش گرفتن هم دیگه. حالا میخوای پذیرش کنیم؟ بله، من چاره‌ای که ندارم اینجا که اجازه کار نداریم. درسته. بعد ازم بزرگش مخصوصا حالا تو رشته ما که حتی اگه خیلی هم ممکنه آدم کار خودش حرفه‌ای هم باشه، مثل رشته‌های دیگه اصلا راحت کار پیدا نمیشه. رشته نفت که مربوط به حوزه انرژیه، رشته نفت، رشته نفت بله که شامل تحریم هاست، نگه حتما حتما باید یه مدرکی مرتبط با دانشگاه آمریکا داشته باشیم، یه مدرکی از خود دانشگاه اینجا که راحت تر بشیم مال شغل پیدا کنیم. خب از این 6 ماهی که اینجا بودید و اجازه کار نداشتید و خب هنوز هم برای تحصیل آماده نبودید، تعریف کنید چطور بود؟ یعنی مثلا به نظرتون چطور گذشت؟ چطور گذشتنش که کلا این وضعیت بلا تکلیفی که وضعیت خیلی خوبی نیست واسه احساس بلا تکلیفی میکردی؟ آره خب، مثل کسی که حالا اگه من تو ایران بودم و اپلای میکردم مثلا و قصدم ادامه تحصیل بود، حالا تو این مدتی که بودم مثلا مشغول یه کاری بودم، احساس نمیکردم که به بتالت داره میگذره. ولی اینجا هم البته باز ایامی رو درگیر امتحانای زبان بودم دیگه، تافل و جی آر ای و این داستانا که حالا بعد از این که از اونم اصلا خلاص شد قضیهشون دیگه، حالا درگیر خود پروسه اپلای هم دیگه که اونم خود شما میدین دیگه، تو داستانای داره دیگه، استاد یه روز قول میده دو روز دیگه میزنه زیر قولش، نمیدونم یه روز امیدواری یه روز ناامیدی، خالص به 100 تا استاد ایمیل میزنه یکی جواب میده، کلا این حسا خب یه خورده چیز دیگه قضیه رو سختش میکنه، ولی خب امیدواریم که انشالله بشه. یه چیزی که خیلی به مسلم استرس میده، یه موقعی فکر میکنیم خب اگه جور نشه آره آفره چی میشه، بعد دوباره یه سال دیگه همین آره. این من تنها چیزی که بعضی وقتا به فرشتا میگم اگه من اینجا پذیرش نگیرم ممکنه برگردم ایران مثلا، حتی قرار برم اونجا کار کنم، ولی خب این چیزا هست دیگه، یعنی اگه امسال نشه چاره دیگه نیست، یعنی ترم بعد نشه ترم بعدش، یعنی من باید بعد دلی بزنم که اینجا بالاخره یه پذیرشی، اونم پذیرش با فاند، نه حالا پذیرشی که خودمون لازم باشه از جیب خودمون هزینه‌شو بدیم، چون هزینه‌اش خیلی بالاست. این داستان کسایی که با F2 میان دیگه، حالا یه وقتایی هست اینجا داریم کسایی که F2شون خانومه، حالا بچه هم دارن مثلا، حالا سر خانومش با بچه گرمه، حالا نمیخوادم کار بکنم، و خب واسه من دیگه از این خیلی فهم، یعنی یه جوری پذیرش گرفتنه حیاتیه. آره اینه که هر جوری شده من باید وزیرش رو بگیرم انشاءالله. این قضیه بلا تکلیفی همینش بده که همین که پریسا بود که هر روز یه فکری به ذهن آدم میرسه دیگه، اگه نشه من چیکار کنم، برگردم ایران برم نمیدونم یه کشور دیگه کار کنم، برم نمیدونم یه جایی که بتونم کار کنم، حداقل اگه درس نمیتونم بخونم حداقل کار بکنم، یا نمیدونم برم اینجا یه کاری رو به صورت چه میدونم یه کاری که اجازه چه میدونم بتونم خودم به صورت سلف امپلوید به صورت کار آزاد مثلا بکنم، کاری که خیلی آدم ممکنه انجام بدن اینا، که اونم ریسکه دیگه بالاخره.
از اینجور فکرها میاد سراغ آدم تو این ایام و بلو تکلیفی. خب این که کار نمیکنی چه اشکالی داره؟ مثلا خب استراحت کنید این مدت رو. خب آدم یا باید کار بکنه یا درس، یا وقت که میگذره یا باید به ثروت آدم اضافه بشه یا به علم آدم اضافه بشه. هیچ کدوم این اضافه نشه، یه خوده آدم احساس بتلات میکنه. حالا میگم اگه کار میکردم این مشکل رو نداشتم، یعنی اگه به ما اجازه کار میدادن به عنوان کسی که همراه میاد، خب میرفتم دنبال یه کاری کار پیدا میکردم. هرچند واسه من ادامه تحصیل مهم بوده، ولی خب حالا شاید به این زودی فکر نمیکنم، اصلا گفتم اما من چند سال برم کار کنم بعد اصلا بیام پی اچ دی بخونم. ولی خب حالا که این تو این وضعیت هستم دیگه چاره ندارم دیگه، یعنی اصلا که داره میگذره چون هیچ کاری هم نمیکنم. الان اولا حتی که یاد گرفتم هم داره از ذهنم میپره، یعنی اگه دو روز دیگه یه استادی بیا فلان بیا یه مصاحبه باز بکنم مثلا در مورد رشته خودت، اولا داره همه چی فراموش هم میشه، هم خود سواد تئوریش هم عملیش مثلا که میدونم کاری که کردی. میگم یعنی یه روزی دقیقا تو اوج امیدواری هستی، یه روزی تو حضیض ناامیدی. یعنی هی تو این قضیه خلاصه نوسانهایی میاد کم و زیاد میشه. درسته. تو یه روزی حالا بشه یا نشه این شبه درست میشه، نگران نباشی.